همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ماست بس فنیش رو بذاریم کنار چون خیلی هم مثلا از حرفای آقای گروسی چیزی در نیومد که کجا وایستادن چه قراره بشه چه شده تا به حال ولی از منظر سیاسی در تهران فکر میکنید با حرفای که الان از او شنیدیم چه برداشتی دارم مقامات جمهوری اسلامی که کجا وایستادن الان با آژانس من فکر میکنم تغییر فاحشی در مناسبات آژانس و ایران به وجود نخواهد اومد تهران تصمیمش رو گرفته نه فقط در هسته ای در بقیه مسائل بین المللی و خارجی ببینید پنج تا مسئله کلان هست سه تا خارجی دو تا داخلی یکی بحث آژانس برنامه هسته‌ای ایران و بمب به نظر میاد جمهوری اسلامی خیلی اهل تعامل با آژانس نیست اهل اینی که یک قرارداد هسته درست و درمون ببنده نیست و تصمیمش رو گرفته که کشور رو تا بمب ببره بعد بذاره رو میز این یک مسئله بیمره مسئله دوم حضور ایران در جنگ روسیه است به رغم اینی که اروپا و آمریکا عصبانیان ایران رفته سمت روسیه و ایستاده و داره تسلیحات میده مسئله سوم اعتراضات ایرانیا در خارج از کشور و حمایت اروپا و آمریکا از ای این اعتراضات این سه تا فشار بین المللی روی جمهوری اسلام است در داخل کشور هم دو تا فشار بزرگ روش هست یکی اعتراضات بزرگ مردم که حکومت رو تا مرز سرنگونی برد دوم فشار شدید اقتصادی و ناکارآمدی اقتصادی ولی اگه از من بپرسید در این پنج تا مسئله جمهوری اسلامی به سمت حل شدن و حل کردن میره به نظرم نه جمهوری اسلامی نه در داخل در مقابل مردم کوتاه میاد نه در سطح بین مسئله هسته‌ایش حل میکنه مسئله اوکراین حل میکنه مسئله روابطش با آمریکا و اروپا حل میکنه مسئله حل هیچ کدوم از اینها حل میکنه. چرا دستگاه منطقی من و شما دستگاه منطقی نظام بین‌الملل با اون چیزی که خامنه‌ای فکر میکنه و سپاه اگه بتونیم اسمش دستگاه منطقی بذاریم کاملا متفاوته خامنه‌ای اهل عقب‌نشینی نه در مسائل بین‌المللی نه در داخل به نظرم نیست مگر اینکه نظام بین‌الملل یا مردم ایران بخوان فشار بیشتر بیارن و مثلا مردم ایران حکومت رو سرنگون بکنن ولی عرفه آقای گروسی رو میشنوی به نظر میاد همچنان بر ریسمان دیپلماسی داره چنگ میزنه یعنی بالاخره اونم دیپلمات کارکشته ای آژانس هم کارشناسای متخصص واردی داره چاست که همچنان بازی میخورن اگر اسم بازی خوردن رو بخوایم براش بذاریم از جمهوری اسلامی بازی نیست ام. مدیر کل آژانس شغلش اینه. خودش گفت گفت من شغلم اینه باید برای کار دیپلماتیک داره آژانس هم اصلا سازمانیه که برای این کار میکنه این از آژانس و گروسی که تکلیفشون مشخصه در سطح دولت ها هم دولت ها این نیست که مثلا جمهوری اسلامی چه حکومتی در داخل اینا دولت بایدن نمیخواد با جمهوری اسلامی بجنگه میخواد باش مماشات کنه فکر میکنه در این مماشات مسائل حل میشه ولی فکر میکنن یعنی دستکم بخششون فکر میکنن که به راه حل دیپلماتیک میرسن نه بله ولی فکر میکنم این راه حل دیپلماتیک با وجود مسیری که جمهوری اسلامی در مسئله هسته‌ای رفته تقابلش در اوکراین تقابلش در برنامه موشکینا به دست نمیاد من حتی پیش بینی مینه اگر الان که نتانیاهو در اسرائیل سر کار هست در امریکا اگر جمهوری مثل ترامپ سر کار بود آمریکا خیلی برخورد شدیدتری با جمهوری اسلامی در مسئله عدم احیای برجام و رفتن به سمت غنیسازی 84 درصدی میکرد یعنی منظور اقدام نظامیه احتمال بسیار میل جابدانفر همین دیروز پیروزا تو برنامه صحبت میکرد اونم میگفتش که الان روی کرده دولت نتانیاهو داره به جایی میرسه که شاید اشترام ناپذیر باشه چقدر فکر میکنی نزدیکیم بهش؟ ببینید الان دولت بایدن همراه با اسرائیل نیست ولی فرقش اینه که برخلاف بقیه دموکرات ایران الان از برجام تقریبا فاصله عملی گرفته و داره سمت تولید بمب میره این میتونه رفتار هر دولت دموکراتی رو در امریکا تغییر بده الگوهای سنتی رفتاریشون ولی بر فرض مثال حتی اگر این اتفاق نیفته من پیش این بوده قبلا هم عرض کردم به محض اینکه که یک رئیس جمهور جمهوری خواه در امریکا بیاد سرکار کار مثلا ژانویه 2025 ژانویه 2025 اولین زمان برای حمله نظامی احتمالی به جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر این اتفاق بیفته مقصر اول آخرش جمهوری اسلامیه که دنیا رو داره به سمت با رفتن به سمت تولید بمب اتمی می‌ترسونه ممنونم از همکارم مراد ویسی اینجا در استودیو با ما